ببینید در مورد دلار اول از همه بگم که خب طی 20 سال اخیر اون میزان ذخایر بانک‌های مرکزی دنیا که از دلار مثلا بالای 70 چند درصد بوده الان اومده زیر 60 درصد، یعنی یک روند نزولی داره. خب این ذخایری که بانک‌های مرکزی کل کشورهای دنیا دارن، این نوعی اعتماد به اون ارز و نوعی واسطه‌گری اون ارز و در واقع خرید و فروش کالا با اون ارز هست دیگه، ارز جهان روایی که دلار بوده. اما و در این بین خب در واقع ارز چین یوان رشد کرده، البته رشدش خیلی محدود بوده، خب سرعت رشدش البته بیشتر از کشور دیگه است. دلار استرالیا، دلار کانادا، یورو، اینها رشد کرده. نکته اینه که هنوز اختلاف بین در واقع قدرت دلار و ارزهای دیگه خیلی بالاست، اما در سالهای اخیر این شتاب بیشتری گرفته این قضیه برای خیلی از کشورها که تا جایی که میتونن دلار زدایی بکنن از ارتباطات خودشون، روابط دو جانبه برقرار بکنن. ببینید آمریکایی‌ها مخصوصا از اواخر جنگ سرد به این طرف بحثشون این بود که خب میدونید مثلا ارتباط دلار با طلا و اینها رو قطع کردن، خودشون ارز خودشون چاپ میکنن بیرون میدن و اصلا دیگه خودشون وابسته به هیچ چیز دیگه‌ای نکردن ارز خودشون و اقتصاد خودشون رو، که با تلاطم‌های جهانی هیچ اتفاقی برای ارز آمریکا نیفته. و به همه دنیا هم گفتن که با مناسباتی که در سیستم‌های جهانی اقتصادی و سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی دنیا و فایننس دنیا گذاشتن، بودن این کار راحته، شما یک ارز مورد اطمینانی دارید، بیاید با این تبادلاتتون رو بکنین، خیالتون راحت باشه، کاهش هزینه‌ها میدیم، ما هم به عنوان یک نیرو و کشوری که همه چیز رو تضمین می‌کنه در این ریسک‌های سرمایه‌گذاری، ما این پشت وایسادیم. خب این برای همین کشورها خوب بود، همین کشورها باش کار میکرد. اما فقط هم بحث ایران نیست، در حالی که کیس ایران و سانکشن ایران، تحریم های ایران یک نمونه مهمش هست، اما در فضاهای دیگه هم این اتفاق افتاده و اون این هست که آمریکایی ها از این نظامی که درست کرده بودن دیگه شروع کردن سوء استفاده کردن برای مقاصد سیاسیش. و حالا اگر این مقاصد سیاسی امنیت بین المللی باشه، شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته باشه، مشکلی نیست. یعنی کشورها یک همگرایی بین همون قدرت‌های بزرگه که با هم بازی می‌کنن و ما قدرت‌های کوچیک رو میتونن تحت کنترل داشته باشن. اما بحث اینه که آمریکایی‌ها در واقع با این قدرتی که دلارشون و بانک‌هاشون و سیستم بانکی و سیستم استاک مارکتشون داره، حالا سهامشون و همه این چیزا داره، نه تنها روسیه، چین و حالا به قولی دشمنانش خودشون یا رقیبان خودشون، که حتی بانک‌های اروپایی، شرکت‌های اروپایی، کشورهایی که هم پیمانشون بودن، اونها رو هم تنبیه میکنن. مثلا در مورد تحریم‌های ایران، یک بانک فرانسوی 9 میلیارد دلار جریمه شد و مجبور شد با آمریکا پول پس بده به عنوان تنبیه. و نکته‌ای که وجود داره اینه که همه فهمیدن الان که داریم به همون جهان چند قطبی میریم، آمریکایی‌ها یکی از اهرم‌هایی که دارن برای تحت فشار گذاشتن کشورهای مختلف که نخوان به هر دلیلی تبعیت کنن از طرف آمریکا، این بحث دلار و بحث در واقع اقتصادی هست. این باعث شده که کشورهای مختلف الان روی بیارن به چیزهای دیگه. حالا این تهاتر کالا هست، روابط دو جانبه هست، ارزهایی هست که با هم در واقع سیستم ارزیشون رو، سیستم بانکیشون رو بتونن تطبیق بدن، ریسکاشون رو خودشون در واقع تقبل کنن، بانکهای مرکزی سیستمهای جدیدی بریزن، بحث بیمه ها، بحثهای مختلفی که هست، شرکتهایی که تو این حوزه های فایننس و مسائل مختلف کار میکنن. و به نظر میسه این گسترش پیدا کنه، یعنی الان تهدید چین و تهدید آمریکا و چین روز به روز داره گسترش پیدا کنه. این دو از نظر اقتصادی شانه به شانه هم دارن جلو میرن. در بعضی از شاخص های اقتصادی چین جلوتر از آمریکاست و در 2030 تمام پیش بینی ها 2030 همه پیش بینی ها در واقع میگه که چین از آمریکا رو کاملا جلو خواهد زد از آمریکا در حوزه اقتصادی. خب اگر قرار باشه این دعوای اقتصادی با چین بیشتر بشه، مسلما کشورهای دنیا از الان به فکرش هستن و دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. خود چینی‌ها دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. روس‌ها رو دیدیم که از 2014-2015 که بحث کریمه پیش اومد، برنامه‌ریزی کردن در اقتصاد خودشون، در ذخایر بانک مرکزی خودشون، میزانی که طلا بگیرن، میزانی که دلار رو کم بکنن، میزانی که بتونن با کشورهای دیگه روابط دو جانبه برقرار کنن تا بتونن از تحریم‌های آمریکا و از گزند این فشار آمریکا در امان بمونن. خب این یک روند کار. روند دیگه اینه که ما در خاورمیانه ببینیم یک کشوری مثل عربستان اعلام میکنه که من نفتی که به چین میخوام بفروشم رو با یوان میفروشم از این به بعد.
یا چین اعلام کرده که من میخوام از میاد با کشورهای خلیج فارس، چون سرمایه گذاری چین هم قراره بیاد اونجا توی همین بحث کمبند یک راه و راه ابریشم جدید و اینها، که من اصلا میخوام کلن مبادلات همین بحث حوزه انرژی که سالانه به چند ده میلیارد دلار میرسه، من اینها رو میخوام اصلا با یوان انجام بدم. یعنی دلار رو کم کم آهسته آهسته بزنیم کنار. البته این کار برای عربستان خیلی آسون نیست، همونطور که برای عراق هم که اعلام کرده خیلی آسون نیست. خب میدونی عراق هم در سالهای اخیر تولید نفتش بسیار رفته بالا و بیشتر صادرات نفتش هم به همون حوزه شرق آسیا و چین هستش. عراقی ها، این نکته خیلی جالبه، من خودم جدیداً این رو خوندم که عراقی ها از وقتی که صدام سقوط میکنه، خب همه چیزشون، همه سیستم های مالیشون دست آمریکا میفته، آمریکایی ها دوباره شروع میکنن به بازسازی بانک مرکزی و سیستم های اقتصادی عراق و عملا تمام پول عواید فروش نفت عراق و همه منابع طبیعی عراق در ابتدا به صورت دلار در بانک مرکزی آمریکا ذخیره میشه، در فدرال رزرو آمریکا ذخیره میشه و بعد با اجازه فدرال رزرو آمریکا عراق میتونه در بعد خرید بکنه و دلارهاش استفاده کنه. اصلا عجیبه واقعا، یعنی استعمار که میگیم اینه. و سر این قضایی که اخیراً اتفاق افتاد و خب آمریکایی‌ها ادعا کردن که از دلار عراق و فروش نفت عراق، گروه‌هایی که همپیمان ایران هستن یا محور مقاومت هستن ارز رو به کشورهای سوریه، لبنان و ایران میارن که همه اینا تحت تحریم و تحت فشار اقتصادی آمریکا هستن. بنابراین عراقی‌ها رو تحت فشار گذاشتن. حالا عراقی‌ها به این فکر افتادن که ما فروش نفت و مثلا به چین رو که این همه فروش نفت به چین داشتیم، چرا باید دلار بشه بره تو بانک مرکزی آمریکا قرار بگیره؟ ما اینها رو مثلا به یوان انجام بدیم. این کاری که کشورهای مختلف دارن انجام میدن و میخوان انجام بدن، اولا خیلی آسون نیست. یعنی مردم ما جمهوری اسلامی 40 سال 45 ساله که مقاومت کردن، سختیاشو به جان خریدن. از نظر اقتصادی درسته که وضع داخل خرابه، ولی کشور در مقابل خیلی از مسائل مقاوم پذیرتر شده. یک دهم، یک صدم این تحریم ها روی کویت و روی ترکیه و عربستان و اینها بیادش، این کشور اقتصادشون فلج میشه، فرو میپاشه. بنابراین که این کشورها بخوان خودشون رو از دلار آمریکا و سیطره مالی آمریکا جدا بکنن، جای سوال داره. سخت بعید هست آمریکا به این راحتی قبول کنه. کودتاها ممکنه شکل بگیره، عوض شدن رؤسا و رهبران و اینها ممکنه در کشورهای مختلف شکل بگیره با نفوذی که آمریکا داره و اون سیطره و هژمونی که آمریکا داره. ولی در صورت این روندی که داره شکل میگیره، یعنی همه کشورها متوجه این قضیه شدن که دیگه آمریکا، جهان اون جهان سابق نیست. یعنی جهان داره تغییر میکنه، اونها هم نباید صرفاً به یک قدرت جهانی که خب در دوران هژمونی آمریکا بود فقط به او اعتماد کنن. در مورد عربستان یه نکته خیلی مهمه و در تحلیل این حوادثی که اخیراً پیش اومد در این میانجیگری که چین کرد، یا خیلی‌ها میگن در واقع اون عملیاتی که چین داشتش بین در احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، یه نکته در مورد عربستان خیلی مهمه که اتفاقاً کارشناس ارشد خود عربستانی با الجزیره صحبت میکرد، من این رو گوش دادم و میخوام خدمت دوستان بگم که یکی از مشاوران ارشد خاندان سلطنتی سعودی و وزارتخونه های در واقع عربستان سعودی هم بود. این فرد اومد گفتش که ما از زمانی که حوثی های یمن، انصار الله یمن، اینها حمله کردن با پهپادهای خیلی درجه پایین، یعنی با پهپادهای خیلی چیزی هم نبود بگی مثلا خیلی فناوری تکنولوژی خیلی بالا، و 50% صادرات نفت عربستان برای حدود حالا یک روز و بعد تا دوباره برگرده سر جاش یک ماه طول کشید، افت کرد صادرات نفت عربستان. و بیعملی آمریکا، حتی بیعملی آمریکای ترامپی که قرارداد 400 میلیارد دلاری 500 میلیارد دلاری به عربستان بسته بود، گفت وقتی ما دیدیم که آمریکا دیگه تعهداتش نسبت به امنیت سلطنتی حکومت پادشاهی عربستان کم شده، ما دیگه نشانه های مختلفی که در این یک دو دهه اخیر در رفتار آمریکا در منطقه داره میبینیم، به این نتیجه رسیدیم که مجبوریم و باید رو بیاریم به قدرت های بزرگ دیگه، مخصوصا قدرت های نوظهور دیگه و مهمترین چین. با عربستان هم با روسیه هم همینطور. شما ببینید در اوپک پلاس بعد از ماجرای اوکراین که دنیای غرب به همه میگفت باید روسیه رو تحریم کنید، باید به عرب‌ها، کشورهای حوزه خلیج فارس و اوپک میگفت که شما باید نفتتون رو زیاد بریزید، که خب نفت 6 میلیون بشکه نفت آمریکا که روسیه که روزانه وارد بازارهای غربی میشد، اینها همه چیز شد، کات شد، همه از بین رفتش. خب این قیمت نفت و قیمت بنزین اینجا الان بالاست، یعنی بنزینی که سال پیش ما گالونی مثلا 2 دلار 2 دلار خورده می‌زدیم الان 1 دلار بیشتر شده.
حتی رفت تا 4 دلار رفت دوباره اومد پایین. تورم در کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکا در 40-45 سال قبل بی سابقه است. یعنی یک نسل آمریکایی، یک نسل کشور غربی این تورم رو اصلا ندیده بوده. با مردم خود ما مقایسه نکنید، تورم در کشور ما بالاست، خیلی هم بده، ولی ذهنیت مردم حداقل باهاش خیلی بیگانه نیست. آقا همیشه تورم 20% تورم نمیدونم دو رقمی، ولی وقتی در کشورهای غربی تورم دو رقمی میشه، وقتی شما هر دفعه میرید، هر هفته که میرید در واقع مثلا سوپرمارکت ببینید قیمت ها زیاد شده یا کارتون ها کوچیک شده، خب این بار روانی بسیار زیادی رو مردم غرب میذاره، مغرب زمین میذاره. بنابراین وقتی که آمریکایی‌ها از عربستان اینا خواستن که شما نفت زیادتری بریزید تو بازار، عربستان این کارو نکرد و عربستان اتفاقا در اوپک پلاسی که روسیه هم عضو اون هستش، یا در واقع تولید نفت رو کاهش دادن یا ثابت نگه داشتن و این باعث شد خیلی دولت مردان آمریکایی و کنگره آمریکا عصبانی بشن از عربستان. لذا عربستان بازی ظریفی داره میکنه، هرچند که این بازی ظریفی که میکنه خطرات خودشو داره. یعنی عربستان از نظر امنیتی هنوز بسیار وابسته است به آمریکا و اینکه یک زمان چین و روسیه بتونن جایگاهی که آمریکا در امنیت سعودی، عربستان سعودی و خیلی از کشورهای حوزه خلیج فارس بازی میکنه رو چین و روسیه بیان بگیرن، به این راحتی نیستش. خب این کاری هستش که اول عربستانی‌ها شروع کردن، دیگه به آمریکا اعتماد 100% ندارن. یه بحثی هم خیلی‌ها می‌کنن، ممکنه که با این رفتاری که می‌کنن می‌خوان از آمریکا امتیازات بیشتری بگیرن. مثلا در مورد همین اتفاق اخیر می‌دونیم که روز قبل، خیلی جالبه، یک روز قبل از اینکه این تفاهم چین و ایران و عربستان اعلام بشه، روزنامه نیویورک تایمز از قول منابع معتبر می‌نویسه که عربستان برای اینکه روابطش رو با اسرائیل عادی کنه، البته خب روابط پنهان که داشتن سالها، دهه هاست روابط پنهان با اسرائیل دارن، ولی برای اینکه علنا مثلا مثل بحرین و امارات و اینها بیاد علنی بگه من روابطم نرمال شده با اسرائیل، درخواستای متنوعی داشته. حالا بحث انرژی هسته‌ای بوده، بحث سیستم‌های دفاعی بوده، سیستم‌های موشکی بوده و اینها. خب این تا میاد اینو مطرح می‌کنه، فرداش در واقع چی میاد بیرون؟ میاد که چین چه نقش محوری داره بازی می‌کنه و چین نقشش در منطقه ما داره بیشتر میشه. از اون طرف خیلی‌ها میگن ممکنه یک چانه‌زنیه برای عربستان، یعنی عربستان میخواد بگه که خب اگر آمریکا به من این امتیازات رو ندی، اگر اسرائیل به من این امتیازات رو ندی، من مثلا گزینه‌های دیگه‌ای دارم و میرم از اونها در واقع امتیاز میگیرم. اینها نکاتی است که میشه در موردش توجه داشت، یعنی اینکه فرد و روزی دوباره عربستان خنجر از پشت به ایران بزنه یا حرکات احمقانه ای انجام بده که در این یک دهه اخیر انجام میده، اینا بعید نیست، من این رو از همین الانم بگم. ولی در نهایت این نکته هم خیلی مهمه که این نکته ای هست که بازم اون کارشناس سعودی گفتش در واقع که این طرحی که بن سلمان داشته، محمد بن سلمان، برای ویژن 20 عربستان و سرمایه گذاری های عظیم و درست کردن شهرهای بزرگ و تجارت بزرگ و اینهایی که هستش در عربستان، این نیاز به پول و سرمایه گذاری خارجی داره و با مشکلی که در جنگ با یمن اینا پیش اومده براشون و بن‌بست رسیده و تهدیدات امنیتی که در منطقه وجود داره، عملا سرمایه گذاری خارجی به اون معنی که این انتظار داشتن شکل نگرفته و عملا چین هم برای اینکه عربستان رو بازی بده تو شانگهای، بازی بده تو اون سرمایه گذاری های منطقه‌ای، ازش خواسته بوده که در واقع باید این بحران های منطقه آروم بشه، همون خواسته که از ایران هم داشته که باید بحران های منطقه در واقع ساکت بشه، ثبات پیدا بکنه تا من بتونم سرمایه هام بیارم تو این منطقه. نکته آخر اینجا بگم، ببینید چون آمریکایی ها دیگه انقدر وابسته نیستن به نفت و گاز، من شاید این نکته از بحث قبلی موندش، به نفت و گاز خاورمیانه دیگه انقدر وابسته نیستن و نقش وابستگیشون به نفت و گاز خاورمیانه در طی این چند دهه اخیر کم شده و به صفر رسیده و الان نقش چین گسترده شده، ما تغییر در این جایگاه اهمیت قدرت‌ها رو میتونیم در نظر بگیریم. یعنی آمریکا منطقه خاورمیانه، منطقه خلیج فارس دیگه اون اهمیت سابق رو براش نداره، تعهداتش نسبت بهش کم شده، برعکس اون منطقه خاورمیانه و خلیج فارس برای چین اهمیتش رفته بالا و چین میخواد نقش سازنده‌ای اونجا ایفا کنه برای اینکه آمریکا میتونه و نشون داده در این یک دهه اخیر که بی‌ثبات سازی در منطقه راحت میتونه انجام بده. حالا درسته که ادعاش اینه که من مثلا میخواستم ثبات بیارم، امنیت بیارم، ولی عملا بی‌ثباتی آورده در عراق، در افغانستان، در سوریه، در یمن، در لیبی، در شمال آفریقا. شما هر جا که میبینید آمریکا ناتو وارد شده، عملا بی‌ثباتی به وجود اومده و چین دنبال این نیست. چین دنبال این هست که
دولت‌هایی که الان سر کار هستن به قول اون استاتوس کو، اون حالتی که وجود داره، این حالتی که همین الان وجود داره در منطقه خاورمیانه همین حفظ بشه. یعنی صرفاً با دیپلماسی، با فرهنگ اقتصادی مسئله حل بشه، مسائل به جنگ و دعواهای نظامی کشیده نشه و دولت‌های مرکزی هم با ثبات باشن. شما تو منطقه ما نگاه کنین، بسیاری از دولت‌ها دولت‌های بی‌ثباتن، به اینا میگن فرجایل استیت، دولت‌های شکننده، دولت‌هایی که نسبت به همه مناطق کشورشون کنترل ندارن. شما تو افغانستان می‌بینید الان مثلا القاعده گفته میشه میاد اینور بمب‌گذاری می‌کنه، اونور بمب‌گذاری می‌کنه، با اینکه طالبان اومده تقریبا کشور رو مثلا به کنترل خودش در آورده، ولی باز هم هنوز ناامنی هستش. تو پاکستان به یک صورتی ناامنی هستش، توی یمن ناامنی هست، تو عراق شما ببینید دولت مرکزی چقدر قدرت داره و چقدر هنوز ناامنی وجود داره، تو سوریه ناامنی هست، تو لبنان به یک صورت دیگه. بذار اینها به ضرر سرمایه گذاری و اون کاری هست که چین میخواد بکنه، اما برای آمریکا تا حدی میشه گفت شاید به ضررش نباشه، تا حدی، مخصوصا اینکه خب اسرائیل قوی میشه، چون اسرائیل هر چقدر کشورهای پیرامونش در این حالت بی‌ثباتی باشن این منافع اسرائیل هستش. لذا معادلات پیچیده‌ای وجود داره که در واقع نشون میده چطور نقش محوری قدرت‌های بزرگ داره تغییر میکنه. روسیه به نوع دیگه‌ای در خاورمیانه داره جاب‌های خودش رو باز میکنه و سعی میکنه مسئولیتش بیشتر باشه و خب برای روسیه هم ضرر داره، در واقع خیلی از اتفاقاتی که تو این منطقه میتونه بیفته به ضرر روسیه هم هستش. و از اون طرف آمریکا هم در واقع نوع نگاهش به منطقه خاورمیانه، به کشورهای عرب و تضمین امنیت اونها کاملا تغییر کرده. نکته آخری که اینجا میخوام بگم اینه که ببینید این استقلال سیاسی و استقلال امنیتی و استقلال دفاعی و استقلال اقتصادی، حالا سوء مدیریت‌های داخل و در واقع ضعف‌هایی که در سیستم هست اونا نمیخوام سرپوش بزنم، ولی این استقلالی که به بهای گزافی در واقع با استقامت مردم ایران به دست اومده، مخصوصا در حوزه بازدارندگی منطقه ما، بحث پهپادها، موشک‌ها و این همپیمانان منطقه ایران و این دکترین منطقه‌ای سیاسی بین‌المللی مقاومتی، این دکترینی که ما خودمون داریم، ایران خودش داره و خودش طراحی می‌کنه و وابسته به ابرقدرت‌ها نیست، این به ما خیلی کمک کرده، این دست ما رو خیلی باز گذاشته در چانه زنیدن این مناسباتی که وجود داره. چون شما نها کنید جمعیت ایران حدوداً 2.5 برابر، شاید 3 برابر جمعیت عربستانه، 2.5 برابر جمعیت عربستان، و ایران در اگر همه دنیا هم بیان سرمایه گذاری کنن به چاهای نفت ما در نهایت هم نمیتونیم به نصف و حتی کمتر از نصف صادرات نفتی عربستان برسیم. پس یعنی نگاه کنید اگر یکی فکر میکرد آقا ما فقط نفت بفروشیم زندگی کنیم، ما مثلا مثل خیلی از این کشورهایی که برای متاسفانه بعضی از دوستان و جوانان ما و حتی متاسفانه نسلی که انقلاب کرده بودن الان الگو شدن، آقا نفت بفروشیم زندگیمون رو بکنیم، نه، اصلا شما اگر با جمعیت که دارید نفتم نمیتونستید حتی 1/4 1/10 درآمدهایی که عربستان داره یه کشورهای دیگه منطقه دارن رو به دست میآوردید و هزینه‌ای که اونها در حوزه امنیتیشون میکنن، در حوزه نظامیشون میکنن، به مقداری بود که مثل عراق زمان صدام میتونستن یک تهدید باشن. اما وقتی شما خودتون در واقع یک دکترین جدایی دارید، استقلال شخصی دارید، خودتون موشک رو از 0 تا 100 می‌سازید، از پهپاد رو از 0 تا 100ش می‌سازید، اون بازدارندگی کلی که در حاکمیتتون وجود داره دست خودتون هست، این باعث میشه که چانه زنی شما در مسائل منطقه‌ای هم در واقع بسیار بالا باشه که عربستان با اون ثروتش بیاد از پیشرفت‌های خودش دست بکشه. خب یکی از پیشرفت‌های مهمی که در این تجدید روابط دیپلماسی بودیم که باید مثلا تکلیف لبنان و سوریه و یمن و اینها زودتر روشن بشه، بعد ما مثلا سفیر می‌فرستیم، ولی می‌بینیم که با فشار چین در واقع اول قرار میشه که روابط دیپلماتیک احیا بشه، سفرا رد و بدل بشن و بعد در مورد این گزینه‌ها و پرونده‌هایی که سر شرکت مشکل هست سر اینها هم بشینن و با هم دیگه به یک تفاهمی برسن.